سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. امروز ما میخواییم قسمت دوم از تاریخچه بازی توم ریدر رو براتون بررسی کنیم. همونطور که توی قسمت قبلی گفتیم، سری بازی توم ریدر سه تا تایملاین مختلف داره که ما توی هر قسمت یکی از اونها رو تعریف میکنیم. ویدیوی قبلی در مورد تایملاین اوریجینال یا قدیمی بود که همشون برای کنسول پلی‌استیشن 1 عرضه شده بودن، اما حالا نوبت به تایملاین لجند رسیده. تمام گذشته‌ای که برای لارا کرافت تایملاین قبلی اتفاق افتاده با این تایملاین یکیه، فقط یه سری تفاوت‌های کوچک وجود داره. به عنوان مثال توی این سری پدر لارا کرافت یه باستان شناس بوده و برای همین لارا هم به باستان شناسی علاقه پیدا کرده. در ضمن توی 9 سالگی وقتی لارا هواپیماش توی هیمالیا سقوط میکنه، مادرش ناپدید میشه. با این توضیحات بریم سراغ تایملاین لجند. در ضمن اگه دارید این ویدیو رو از آپارات میبینید، باید بهتون بگم که من اصلا راضی نیستم. پس لطفاً به کانال یوتیوب World of Facts بیاید و به من بگید تا اون ویدیو رو گزارش بزنم. توم ریدر سالگرد. درست مثل نسخه قبلی، این بازی هم در سال 1945 در نیو مکزیکو با یه انفجار شروع میشه، جایی که یه موجود پرنده بعد از انفجار از یه مقبره قدیمی بلند میشه. چند وقت بعد مردی به اسم لارسون کانوی سراغ لارا کرافت میره. اون که یکی از افراد یه زن تاجر یعنی ناتلاس لارا رو استخدام میکنه تا برای ناتلا کار کنه. ناتلا لارا میخواد تا یه شیء باستانی به اسم ساین آتلانتیس رو پیدا کنه. سابقا پدر لارا هم به دنبال این شیء میگشت. مشخص میشه که ساین آتلانتیس توی مقبره حاکم آتلانتیس در یکی از شهرهای باستانی گمشده پرو قرار داره. در طول سفر به پرو لارا متوجه میشه که در واقع سه تا شیء ساین وجود داره که هر کدوم از اونا به سه نفر از حاکمای آتلانتیس تعلق داشتن. لارا میتونه بعد از کلی ماجراجویی به مقبره وارد بشه و اولین قطعه از ساین رو پیدا کنه، اما اون با لارسا مواجه میشه که ناتلا فرستاده بودش تا اولین ساین رو از لارا بگیره و اونو بکشه. بعد از اینکه لارا با لارسا مبارزه میکنه و شکستش میده، لارسا میگه که ناتلا رقیب لارا یعنی فردی به اسم پیرو برای پیدا کردن دوم قطعه ساین فرستاده. لارا برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیاره، یواشکی به شرکت ناتلا وارد میشه. اونجا یه ویدیو پیدا میکنه که نشون میده دوم قطعه ساین در یونان و زیر ساختمانی به اسم سان فرانسیس قرار داره. در حالی که لارا به یونان رفته و داره توی ساختمان سان فرانسیس جستجو میکنه، میفهمه که اینجا مقبره دومین حاکم آتلانتیسه. ظاهرا اون کسی بوده که بعد از نابود شدن شهر بازمانده ها رو نجات داده بود. لارا میتونه دومین قطعه رو هم پیدا کنه، ولی پیر سر میرسه و میتونه اونا با تهدید اسلحه ازش بگیره. وقتی پیر به سمت درهای خروجی میره، نگهبانای باستانی مقبره بیدار میشن و اونا میکشن. لارا مجبور میشه با نگهبانای مقبره مبارزه کنه و اونا رو شکست بده. وقتی اون دو تا قطعه ساین رو به هم وصل میکنه، یه الهام در مورد محل سومین قطعه بهش میشه. سومین قطعه که متعلق به فرمانروای سوم آتلانتیس بود توی مصر قرار داره. مشخص میشه که این فرمانروا به مردم خیانت کرده بود و باعث غرق شدن آتلانتیس شده بود. برای همین اون توسط دو تا فرمانروای دیگه دستگیر میشه. لارا به مصر سفر میکنه و میتونه سومین قطعه رو هم پیدا کنه. اون سه تا قطعه رو به هم وصل میکنه و دوباره یه الهام دیگر رو میبینه. این بار مشخص میشه که اون فرمان روای خائن ناتلا بوده. وقتی لارا هوشیاری خودش رو به دست میاره، ناتلا و افرادش اونو دستگیر میکنن. ناتلا تمام ساین ها رو میگیره و به افرادش میگه لارا رو بکشن، اما اون میتونه فرار کنه چون لارسون بهش یه کمک ریزی میکنه. لارا توی آب میپره و بعد یه موتور میدزده. اون میتونه با استفاده از موتور خودش رو به قایق ناتلا برسونه و قایم بشه. قایق به یه جزیره آتش فشانی میرسه که در اون یه هرم مملو از موجودات هیولایی وجود داره. توی راه اون با لارسون روبرو میشه. لارسون از لارا میخواد بیخیال این موضوع بشه و از جزیره بره، اما لارا مجبور میشه اونو بکشه که خیلی از این بابت ناراحت میشه. در واقع یکی دیگه از تغییراتی که لارا توی این تایملاین کرده اینه که مثل سری قبل آدمکش نیست که با خونسردی انسانها رو به قتل برسونه. لارا بالاخره میتونه خودشو به بالای هرم برسونه و با ناتلا روبرو بشه. ناتلا به لارا پیشنهاد عمر جاودان میده و بهش اجازه میده تا از دانش ساین استفاده کنه. اینطوری میتونه به جواب همه سوالاش برسه، اما لارا قبول نمیکنه و در عوض به ساین شلیک میکنه و ناتلا رو توی مواد مذاب پرت میکنه. این کار باعث انفجارهای زنجیره‌ای و خراب شدن هرم میشه. لارا دوباره با ناتلا که زخمی شده مواجه میشه و باز هم باهاش مبارزه میکنه. این بار یه ستون روی ناتلا میفته و اونو میکشه. لارا در نهایت میتونه با قایقی که به جزیره اومده بود فرار کنه. توم ریدر افسانه. این بازی با یه فلش بک شروع میشه، جایی که هواپیما و لارا و مادرش در هیمالیا سقوط میکنه و فقط لارا و مادرش آملیا زنده میمونن.
این دو نفر توی معبد پناه میگیرن. لارا توی معبد داره جستجو میکنه که یه جایگاه باستانی پیدا میکنه. اون یه شمشیر رو فعال میکنه و در نتیجه یه پورتال به وجود میاد. مادر لارا یه صدایی از داخل پورتال میشنوه و بعد شمشیر رو در میاره که این کار باعث ناپدید شدنش میشه. حالا لارا به بولیوی اومده، چرا که اینجا هم یه مقبره شبیه اون چیزی که توی ایمالیا بود وجود داره. اما توی منطقه یه سری مزدور هم وجود دارن. لارا راه خودش رو باز میکنه و میتونه به یه معبد برسه. اونجا رئیس این مزدورا یعنی جیمز راتلند با لارا حرف میزنه. اون یه قطعه شکسته داره که بخشی از اون شمشیری بود که لارا در زمان بچگی دیده بود. اون از لارا میپرسه این شمشیر چی کار میکنه که لارا بهش جواب نمیده. جیمز قبل از رفتن به لارا در مورد آماندا اشاره میکنه و میگه ای کاش اون هنوز زنده بود. در واقع آماندا بهترین دوست لارا بود. لارا با یکی دیگه از دوستاش به اسم آنایا توی منطقه‌ای که آماندا چند سال پیش مرده بود ملاقات میکنه. دوباره بازی یه فلش بک به ما نشون میده، جایی که آماندا و لارا به عنوان اعضای یه تیم باستان شناسی دارن یه مقبره قدیمی رو جستجو میکنن. وقتی که آماندا یه سنگ رو از در بیرون میکشه تا راهو باز کنه، یه موجود قدرتمند که از مقبره محافظت میکنه همه به جز این دو نفر رو میکشه. بعدش سیل میاد و مقبره خراب میشه. لارا مجبور میشه آماندا رو ترک کنه بعد از اینکه اون زیر آوار میره. لارا دوباره اون مقبره رو جستجو میکنه و میتونه شواهدی به دست بیاره که نشون میده آماندا هنوز زنده است و حالا داره برای راتلند کار میکنه تا شمشیر رو پیدا کنن. لارا به مرکز مقبره میره و میتونه مجسمه آخرین ملکه جزیره رو پیدا کنه که تمام عمرش داشته در مورد افسانه پادشاه آرتور تحقیق میکرده. لارا میتونه یه کپی از شمشیر ملکه هم به دست بیاره. اون متوجه میشه که این شمشیر شبیه شمشیر دیگه است که توی موزه دانشگاه واسدا نگهداری میشه، اما یه یاکوزا به اسم تاکاموتو اونو دزدیده. لارا تاکاموتو رو از قدیم میشناخت و برای همین با اون توی هتل در توکیو قرار میذاره. این دو نفر با هم اول صحبت میکنن ولی تاکاموتو حاضر نیست اون قطعه دزدیده شده رو پس بده، برای همین با هم درگیر میشن. بالاخره لارا به دفترش حمله میکنه و تاکاموتو رو شکست میده. گفته میشه که این قطعه شمشیر دارای قدرت جادویی ویرانگره و در کنار شوالیه قرن 11 همی کشف شده که ظاهرا پادشاه آرتور بوده. بعدش لارا راتلند رو توی معبد در کشور قنا دنبال میکنه که اون معبد پشت یه سری آبشار پنهان شده. سابقا پدر لارا این معبد رو اکتشاف کرده بود. ظاهرا راتلند داره دنبال یه کلید مخصوص میگرده که میتونه قطعه های شکسته شده شمشیر رو دوباره به هم وصل کنه. لارا در طول مسیر میتونه یه آویز از مادرش هم پیدا کنه. بعدش راتلند با لارا روبرو میشه که باور داره قبلا پدر لارا این کلید رو از توی معبد پیدا کرده. این دو نفر با هم مبارزه میکنن که در نهایت لارا میتونه قطع شمشیر رو از راتلند پس بگیره. اون به لارا میگه که در حال حاضر آماندا به خونه پدریش رفته تا دنبال کلید بگرده. لارا دنبال آماندا به قزاقستان میره. اون میتونه یه منطقه تحقیقاتی که متعلق به شوروی بود و پیدا کنه. اونا میخواستن از انرژی شمشیر اسلحه تولید کنن که موفق نشده بودن. حالا آماندا که به خاطر اتفاقات پرو از دست لارا عصبیه به دنبال قطعه شکسته شده دیگه از شمشیر میگرده. آماندا ظاهراً سنگی داره که بهش قدرت کنترل همون موجودی که توی پرو بود و دوستاشونو کشته بود و میداد. اون با این موجود به لارا حمله میکنه، اما لارا میتونه زنده بمونه و در ادامه قطعه سوم شمشیر رو در کنار یه سپر قدیمی پیدا کنه که این نقشه باستانی رو نشون میداد. بعد از رمز شکنی این نقشه لارا به شهر کورنوال و یه موزه میره. این موزه روی مقبره پادشاه آرتور و شوالیه هاش ساخته شده بود. اونجا لارا متوجه میشه که شمشیری که اون قصد داره به دست بیاره شمشیر معروف اکسکالیبوره که حالا شکسته و قطعاتش در طول دنیا پخش شده. لارا میتونه یکی دیگه از قطعات شکسته شده شمشیر رو از پای مجسمه آرتور به دست بیاره و بعد از اینکه از دست یه هیولای دریایی فرار کنه بیرون بره. اون پیش تیمش میره و آنجا مشخص میشه کلید مخصوص برای ساختن شمشیر توسط پدر لارا پیدا شده. ولی بعد از اینکه مادر لارا آویز خودش رو توی قنا گم میکنه، اونو بهش میده تا به جای گردنبند ازش استفاده کنه. این یعنی الان اون گردنبند در هیمالیا و جایی که هواپیما در زمان بچگی لارا سقوط کرده بود قرار داره. بعد از اینکه کلید رو پیدا میکنه، شمشیر اکسکالیبور رو میسازه. اما وقتی میخواد اونو توی جایگاه مخصوص فرو کنه، جایگاه متلاشی میشه. برای همین لارا باید به بولیوی بره و از جایگاه دوم استفاده کنه. توی راه اون مجبور میشه راتلند و افرادش رو توی مبارزه بکشه و بعد موجودی که آماندا ظاهر میکرد و از بین ببره. لارا شمشیر رو توی جایگاه قرار میده و مادرش رو میبینه.
اون متوجه میشه که در واقع پورتال یه جور ماشین زمانه. لارا سعی میکنه به مادرش بگه دست به شمشیر نزنه، اما آماندا داد میزنه شمشیر رو در بیار قبل از اینکه جایگاه منفجر بشه. در واقع اون صدایی که مادر لارا اول بازی از توی پورتال میشنید صدای آماندا و لارا از آینده بود. لارا که حالا عصبی شده و فکر میکنه مادرش مرده میخواد آماندا رو بکشه، اما آماندا بهش میگه مادرت زنده است و توی آوالونه. آوالون در واقع اسم یه جزیره جادویی که شمشیر اکسکالیبور اونجا ساخته شده و پادشاه آرتور برای درمان زخماش اونجا میره. لارا با اسلحه به سر آماندا میکوبه و بیهوشش میکنه و بعد میره. توم ریدر دنیای زیرین. این بازی با انفجار امارات خانواده کرافت و نابود شدن اون در شعله‌های آتش شروع میشه. بعدش بازی یه فلش بک میخوره و به یک هفته پیش، جایی که لارا بعد از اتفاقات نسخه توم رایدر افسانه داشت دنبال آوالون میگشت میره. اون میتونه بعد از یه مبارزه طولانی با افراد آماندا یکی از دستکشای سورو به دست بیاره. بعدش با ناتلا که حالا زندانی آمانداست روبرو میشه. ناتلا به لارا میگه که آوالون در واقع همون هلهایم، یعنی یکی دیگه از دنیاهای شمالیه. برای ورود به این دنیا به چکش سور نیاز داره. لارا متوجه میشه برای اینکه بتونه چکش سور رو پیدا کنه و از اون مهمتر دستش بگیره، به اون یکی دستکش و کمربند سور هم نیاز داره. ناتلا اولین قدم رو برای ماموریت لارا مشخص میکنه، یکی از جزیره های تایلند. لارا توی تایلند نمیتونه اون یکی دستکش رو پیدا کنه، اما متوجه میشه که پدرش اونو قبل از اینکه بمیره به دست آورده بود. اون حتی میتونه یه پیغام پیدا کنه که نشون میداد ناتلا و پدرش با هم یه رابطه کاری داشتن که نهایتاً به هم خورده بود. لارا موفق میشه بفهمه که پدرش اون یکی دستکش رو کجا پنهان کرده. لارا به خونه برمیگرده و میتونه دفتر مخفی پدرش رو که زیر عمارت قرار داشت پیدا کنه. اون از روی میز دستکش رو برمیداره و بعد چشمش به یه نوار ضبط شده میخوره. اون نوار میگفت که لارا باید مراقب باشه، چرا که توی هلهایم، یکی از دنیاهای شمالی، یک اسلحه خیلی قدرتمند وجود داره. بعدش یه انفجار رخ میده و خونه آتیش میگیره. این همون جایی بود که بازی اول شروع شده بود. وقتی لارا میخواد از عمارت خارج بشه، یکی از دوستاش به اسم زیپ بهش شلیک میکنه. اون میگه که خود لارا خونه رو منفجر کرده و میخواسته بکشدش. البته مستخدم خونه میگه که اون لارا نبوده، بلکه یه نفر بوده که خیلی شبیه لاراست. لارا به اتاق کنترل میره تا نوار دوربین مداربسته رو چک کنه تا ببینه اون طرف کی بوده. وقتی به اتاق کنترل میرسه کپی خودش رو میبینه. اون کپی یکی از دوستای دیگه لارا، یعنی آلیستر رو میکشه و بعد از اینکه لارا رو میزنه میره. لارا حالا عزمش رو جزم میکنه که ماموریت رو به اتمام برسونه. اون به مکزیک میره و میتونه کمربند سور رو پیدا کنه. اونجا از روی نقاشی ها میفهمه که اون سلاح مخرب که توی هلهایم قرار داره در واقع مار قولاساست که به مار میدگارد معروفه. اون یکی از فرزندهای لوکیه که توی خود جنگ 2018 هم بود. مقصد بعدی لارا قطب شماله، جایی که میتونه چکش سور رو پیدا کنه. در همین حین زیف میتونه رد کشتی آماندا رو بزنه. لارا به اون کشتی میره و دوباره با ناتلا روبرو میشه. ناتلا مختصات هلهایمو به لارا میگه، ولی ادامه میده که برای باز کردن در ورودی اون باید یه مراسم خاصی رو اجرا کنه که بلد نیست. لارا با بیمیلی قبول میکنه که در ازای باز کردن در ورودی ناتلا رو آزاد کنه. اونا به در ورودی هلهایم میرسن و بعد از اینکه ناتلا مراسم رو اجرا میکنه، لارا میتونه با چکش در رو باز کنه. بعد از ورود به هلهایم، لارا حقیقت رو در مورد مادرش میفهمه و متوجه میشه که اون تبدیل به یه هیولا شده و برای همین لارا مجبور میشه بکشدش. اینجا ناتلا توضیح میده که لارا رو گول زده تا وارد هلهایم بشه. در ضمن اون مسئول مرگ پدرش هم هست. بعدش به کپی دستور میده که لارا رو بکشه، ولی آماندا لارا رو نجات میده. مشخص میشه که منظور از مار میدگارد در واقع آتش فشانهایی بود که به صورت زنجیره‌ای در زیر دریا قرار داشتن و مار یه جور استعاره بود. ناتلا خواست با استفاده از یه وسیله این آتش فشانها رو فعال کنه و در نتیجه انسانها رو نابود کنه. البته در نهایت لارا میتونه این وسیله رو غیر فعال کنه. ناتلا میخواد با قدرت خودش دوباره آتش فشانها رو فعال کنه که بعد لارا چکش رو به سمتش پرت میکنه و در نتیجه ناتلا توی دنیای ارواح میفته. در نهایت لارا و آماندا با یکی از اون جایگاهایی که مادر لارا به هلهایم اومده بود فرار میکنن و از بولیوی سر در میارن. خب بچه ها، اینم از پایان تایملاین لجند. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. اگه دوست داشتید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار. اگه تاریخچه‌های بیشتری میخواید این ویدیوها رو تماشا کنید.